دوستای عزیزم سلام، من سمیرا. امروز قراره با هم بزنیم به قلب محله تاریخی تهران، یعنی تجریش، توی قدیمی ترین بازارش که مطمئنم همه ازش کلی خاطر دارن قدم بزنیم. پس با من بیاید تا حال و هوای این روزای پاییزی این بازار رو از نزدیک ببینیم. اما قبلش ممنون میشم چنلم رو سابسکرایب کنید و با لایک ها و کامنت های قشنگتون ازم حمایت کنید و اگرم دوست داشتید با استفاده از دکمه تنکس دونیت کنید. اینجا بازار تجریشه، یکی از پرطرفدارترین بازارهای ایران توی شمال تهران که نه فقط بین ایرانی ها بلکه بین گردشگرها محبوبیت زیادی پیدا کرد و به یه جاذبه گردشگری معروف تبدیل شده. توی هوای سرد یه چیز گرم مثل باقالی خیلی میچسبه. بیاید بریم بازارگردیمون رو با یه باقالی خوشمزه شروع کنیم. جای همگی خالی. بازار تجریش میتونه یه رقیب جدی واسه بازار بزرگ تهران باشه، چون توش اشیر مخ تا جون آدمیزاد هر چیزی که فکرشو کنید داره، از مواد غذایی و لباس گرفته تا لوازم خانگی و جانبی و گوشی. و اما اینجا بازار روز یا همون تنبار تجریشه. یه بازار خوشمزه و چهارفصل که هر چیزی که بخواید و توی هر فصلی از سال میتونید توش پیدا کنید. تازه کلی میوه و سبزیجات جدید و کمیاب هم داره که خود من فقط اسمش رو شنیدم و تا حالا نخوردم. اینجا مثل یه آینه میمونه که میتونید توش ایران قدیم رو ببینید، از بافت و معماریش توی حجره‌ها تا تکیه 200 ساله که هنوزم توش توی ایام محرم تعزیه خوانی برگزار میکنن. همش از ایران و تهران قدیم توی این بازار به یادگار مونده. اینجا کنار بازار یه زیارتگاه هم هست که زیارتگاه امامزاده صالحه. اینم یکی از درهای ورودیشه که الان بسته است. به خاطر همین این قسمت بازار کلن اختصاص داده شده به مهر و تسبیح و جانماز و اینه. Hadi hoş geldin.
یکی دیگه از ویژگی‌های منحصر به فرد بازار تجریش اینه که توش صنایع دستی و سنتی زیادی هست، مثل همین ظروف مسی. بازار تجریش کنار کلی مغازه و پاساژ چند تا رستوران هم داره که هر وقت از خرید و پیاده روی توی بازار خسته شدید میتونید بید و با غذاهای خوشمزه از خودتون پذیرایی کنید. توی قسمت سرپوشیده بازار بودیم و اینجا قسمت روبازشه که دقیقا کنار ایستگاه مترو تجریش رو میتونید خیلی راحت باهاش به اینجا بیاید. اما به جز مترو کلی پایینه تاکسیرانی و بیارتی توی میدون تجریش هست که اگه دوست داشتید با وسیله نقلیه عمومی بیاید میتونید با اونا هم بیاید.
50 تا 55. توی بازار سرپوشیده بیشتر غذاهای سنتی می پوشد، اما بیرونش غذاهای فست‌فودی هم دارد. خب دوستای عزیزم، مرسی که تا اینجا همراه من بودید. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید.